صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. با صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان بسیار ارجمند گرامی که این برنامه را از طریق شبکه جهانی پارس مشاهده میکنید. هر کجای جهان هستید آرزوی بهترین ها رو برای همیهنان خودمون داریم و به خصوص برای هموطنان ارجمند گرامیمون در درون ایران و اون دسته از عزیزانی که به این برنامه لطف دارن و گاهی ابراز محبت میکنن سپاسگزارم. همیهنان ارجمند گرامی، خب به هر حال در جهانی داریم زندگی میکنیم که در این دنیای به اصطلاح مجازی خیلی مسائل مطرح میشود، خیلی حرفا گفته میشه و خوشبختانه هنرمندان متعهد ما، اونایی که کوچ کردن بالاجبار میهنشون رو ترک کردن در خارج از کشور، به راستی فعالیت چشمگیری داشتن و بسیار تاثیرگذار بودن و بیگمان همیهنان ارجمند ما، کسانی که در ایران به هر حال در کار هنری هستند و دستی در کار هنر دارند، به این امر به خوبی واقف هستند که چه نقشی هنرمندان ارجمند ما داشتند. یکی از هنرمندان بسیار عزیز و گرامی که واقعا در تمام این سالهایی که بنده خودم از نزدیک شاهد بودم، لحظه‌ای از یاد وطن غافل نبود و کوشش و تلاشش همواره در راستای این بود که با این هنر ایرانی، با این سلاح برنده که هنر موسیقی است، بتونه آنچه که به مملکتش مدیونه در شرایط وانفسا اونها رو در واقع ارائه بده برای نسل آیندهمون، نسل جوانی که فردای ایران رو خواهند ساخت. این هنرمند عزیز گرامی که همیشه در کنار مردم خودش بوده، در تمام این سالا من شاهدم کسی نیست جد آقای مرتضی برجسته. مرتضی جان درود بر شما. درود بر شما، خیلی ممنون، تشکر میکنم از این همه محبت و لطفی که نسبت به من دارین. فریدون جان، من جز وظیفه خودم، اون چه که در توان خودم میبینم برای مملکتم، کار اضافه ای انجام ندادم. وظیفه یک هنرمند هست اصولا با وضعیت اجتماعی امروز، من فکر نمی کنم که سیاست بدون هنر بتونه حرکت بکنه. هنر یه بخش بزرگی از سیاست هستش که الان شما نگاه کنیم ببینید، حتی در این داستان انتخابات امریکا رو که نگاه میکنی، مثلا یه آقایی مثل جورج کلونی میاد میگه که آقای بایدن شما لطفاً برین کنار، من مواظب شما بودم، پولم میدادم، خیلی هم پول میدادم، ولی خواهش میکنم. این همه آدما گفتن، ولی یک هنرمند وقتی که میاد میگه، یک هنرپیشه میاد صحبت میکنه راجع به این مسئله، بولد میشه. بنابراین نقش هنر و هنرمندان در سیاست دنیا شما نگاه بکنید خیلی مهمه. اون یادتون هست آقای رئیسی وقتی میخواست انتخاب بشه تتلو رو آورد بغل دستشون؟ خب این نشون دهنده اینه که جوانها، نسل جدید دنیا به هنر توجه داره و اگه هنرمندا وظیفه خودشون رو انجام ندن در این راستا و روشنگری نکنن، منعکس نکنن مسائل جامعه خودشونو، که خب یا این ابزارهای مجازی خیلی راحت موسیقی درست میکنه، صدا میذاره، همه کاری نوت بهش نوشتن میدن، شعر درست میکنه، میاد بیرون. پس نقش یک هنرمند در شرایط فعلی و با پیشرفت این همه تکنولوژی یکم متفاوته. منو یاد پیکاسو میندازه این قضیه. پیکاسو دیدی میدونی که نقاشی های کوبیسم خیلی عجیب غریبی، چشم بالا و نقاش بسیار بسیار ماهری بود و این پورتره میکشید، نمیدونم منظره میکشید، فوق العاده. وقتی که دوربین عکاسی میاد میگه که خب این بهتر از من داره کار میکنه، من باید یه کاری بکنم که این نکنه، نتونه انجام بده. خب نقش هنرمند الان در موقع مخصوصا موقعیت مملکت ما
و اتفاقاتی که در مملکت میفته، مخصوصا این چند ماه گذشته که یه خورده بوهایی میاد که احتمالاً میخواد یه اتفاقاتی در ایران بیفته، خب نقش موثری دارن. خب بعضیا دوست ندارن وارد کار سیاست بشن و به نظر من فوق العاده اشتباهی هنرمندی یا یه شخصی حتی در چنین موقعیتی بیاد بگه من سیاسی نیستم. اصلا امکان ندارم چیزی. همه ما، حضور ما در خارج از کشور حضور سیاسیه. ما نمیتونیم بگیم که سیاسی نیستیم. مردمی هم که در خارج هستن حضور سیاسی هم. حالا اونایی که عوامل رژیم هستن یا اونایی که نیستن، باز هم به دلیل سیاسی اومدن اینجا. درسته، کاملا. ما به هر حال وظیفه خودمونو این روزا داریم انجام میدیم. به هر حال خسته نباشی مرزا جان، به درستی اشاره کردی. واقعا من همیشه اعتقادم بر این بوده که هنرمندان ما نقش بسزایی داشتن. آدم وقتی نگاه میکنه از اون روزهایی که حالا نمیخوایم تاریخ رو ورق بزنیم، آدم نقش هنرمندا رو میتونه در قلبت خودش مجسم بکنه. شما نگاه بکنید در این عصر و زمان، در این پیشرفت تکنولوژی، مثلا یه آهنگ من میبینم که هنوز جوان‌ها دارن میخونن، ارکسترهای بزرگ تکرار میکنن، در حالی که این در اون زمان مشروطیت وقتی عارف اینو میخونه شاید تصور نمیکرد که نسل‌های بعد این گونه اینو تکرار کنن. خب این نقش هنره. آره، همین. شما اتفاقا اشاره خیلی جالبی کردین به زمان مشروطیت و قبلش. زمانی که هنر وارد سیاست ایران شد، درست قبل از مشروطیت بود، در آخر قاجار بود، در زمان محمد علی میرزا یا به هر حال اواخر قاجار بود. بعد میاد وارد مشروطه میشه که همین عارف و قزوینی میاد، شیدا میاد، اینا میان، یواش یواش یه مقدار بوی سیاست در هنر نقش میبنده و بعدن در زمان شاه فقید خب این مسئله رشد کرد. حالا من نمیخوام وارد این بشم که چه کسایی اشتباه کردن، چه کسایی درست بوده، ولی به هر حال نقش هنر و بعضی از هنرمندان در انقلاب 57 یا شورش 57 بی تاثیر نبود. ما الان 45 ساله که درست از این شورش میگذره. و این 45 سال من چند وقت پیشتر، چند شب پیش خوابم نمیبرد. نمیدونم چرا بی دلیل رفتادم تو فکرهایی. و بعد از اینکه خب این هلیکوپتر رو انداختن که خب داشتم فکر میکردم که این رئیس جمهورایی که اومدن در ایران چه بلاهایی سرشون اومد. دوتاشون رو که کشتن، حصر خانگی شدن، بعد رد صلاحیت شدن. اصلا شما در تاریخ نمیتونین ببینین 9 تا رئیس جمهوری که در یه مملکتی بوده، حالا غیر از اون دوتایی که کشتن، رد صلاحیت بشن و برن تو خونه بشینن و نتونن تصویرشون ممنوع باشه. همین تو این فکرها بودم، فکر کردم با خودم که آیا خدا هنوز اشتباه میکنه یا خدا اصلا اشتباه داره میکنه. یعنی حالا خدا، من نمیدونم، من خودم به خیلی چیزا معتقد نیستم، ولی اون چی که مطرح هست به اسم خدا یا آفریننده، رفتم تو گوگل سرچ کردم توی فضای مجازی، گفتم حالا که خوابم نمیبره بذار سرچ کنم ببینم که اصلا این داستانی که واقعا خدا جایز الخطاست، 124 هزار پیغمبر فرستاده برای مردم و اونم در یک منطقه کوچیک، در خاورمیانه، نه در امریکایی بوده، نه در اروپا بوده، نه در خاور دوری بوده، هیچ جایی نبوده. بعد رفتم یه چیزی برای خودم، یه یادداشتی واسه خودم نوشتم از توی این داستان. جالبه که هنوز که هنوز خدا داره اشتباه میکنه. میگن که آدم اولین پیغمبری بوده، خب فرستاده از بهشت، حالا رد شده، رانده شده، حالا هرچی شده، 950 سال زندگی کرده، پیغمبر بوده، حالا سال چقدر بوده نمیدونم. بنا به گفته خود این اسلامیون و کسانی که دست اندر کارن و میگن خدا و فلان و فلان و فلان، زمین 7000 ساله که درست شده، 1400 سالش که از آخرین پیغمبر محمد بوده که تموم شده رفته.
950 سال آدم بوده، 950 سال نوح میگن بوده، ابراهیم 175 سال پیغمبر بوده، سلیمان 31 سال بوده، موسی 126 سال و عیسی در 7 سالگی که وحی بهش میاد 35 سال بوده. حالا بگذاریم از یعقوب و نمیدونم اسحاق و نمیدونم اینا که در شکم ماهی رفتن و اومدن که من اینا رو ضرب و تقسیم کردم، اینا رو کم کردم، دیدم هر 14 روزی یه پیغمبر اومده. عمر پیغمبرها میشه 14 روز، اینا رو که کم بکنیم بقیهش 124 هزار تا. مگه خدا اشتباه کرده؟ خب الان میبینیم که شاید در این 45 سال برای مملکت ما هم یه اشتباهی کرده، یه کسایی اومدن در مملکت که دارن به قهقرا و خرافات میبرن مردم مملکت ما رو. و شما نگاه کنید در اطراف ما، در امارات، در نمیدونم عربستان، در چین، در اینا چه پیشرفت‌هایی داره میشه و چه اتفاقاتی افتاده. و ما در مملکتمون با اینکه همه چی داشتیم، از همه اینا جلوتر بودیم، همه در فقر و گرسنگی. دیروز من داشتم این فیلم های نظری رو نگاه میکردم، واقعا گریم گرفت. بله متاسفانه که واقعا ما از این فرهنگی که داشتیم، از این سیانتی که داشتیم، چجوری به حقارت افتادن این مردم و چجوری همدیگر رو میزنن و این کاسه های پولو و چلو رو میرن و این فقر اجباری و این فقر تحمیلی که به مردم ما شده. درست. و حتما حتما اینا میخواستن که اینطوری بشه. اوکی. که مردم رو با یه ساندیس و با یه چلو خورشت و با اینا بکشونن به هیئت ها، بکشونن به تعزیه ها و بشونن اونجا کنترلشون بکنن. درسته. در حالی که مملکتی که همه چی داره، همه چی هست، الان لیتیوم در ایران کشف شده. بله. که بزرگترین معدن دنیا هستش که تمام کشورها و تمام صنایع بهش احتیاج دارن. به این همه ثروت در ایران وجود داره، طلا بوده، نفت بوده، لیتیوم بوده، هر چی شما بگین هست. بله. مردم ایران باید در رفاه باشن و باید بیان مردم دمپایی جمع کنن ببرن واسه بلوچستان که نمیتونن پاشون رو بچه ها رو زمین بذارن، شناسنامه ندارن. این فاجعه است. حالا مسئله مهم این هستش که حالا بگذاریم از این 45 سال که میگیم خدا هنوز اشتباه داره میکنه، هنوز هم که هنوز اشتباه میکنه، کسانی که در خارج از کشور به عنوان موافق یا مخالف هستن، مخصوصا مخالفین که خب بالاخره اپوزیسیونی هست، همه ما شاخه هایی داریم، هر کسی به نحوی مخالفت خودشو با رژیم نشون میده، بعضی وقتا همین مخالفت ها در یک راستای دعوایی ایجاد میشه و این باعث میشه که ما یکی از همین حلقه های پیشرفت این و ماندگاری این حکومت باشیم در ایران. کامله. این دعواهایی که میکنن، چرا همه ما نباید متحد باشیم، چرا همه این گروه ها نباید بیان بشینن در ته یک محوری بریم جلو، همه به قول معروف ساز خودشون رو دارن میزنن. ولی متاسفانه خب عرض کنم که مرزا جان حقیقتی رو واقعا بیان کردی. برای همینه که من میگم با مرزا جان میشه در زمینه‌های مختلف صحبت کرد. و چقدر ببینید بینندگان ارجمند، انسان باید دقیق باشه، روی این مسائل تکیه کنه. متاسفانه روزا جان ما نسلی بودیم که خب به هر حال در مملکتمون سیستمی که بود این رو به پیشرفت بود و همین که امروز میگن آقا مدرنیزه. خب واقعا من روز داشتم نگاه میکردم به صحبت‌های یه انسان محقق که معتقد بر این بود که ایرانی‌ها باید برگردن به اصالت ایرانی خودشون و او البته مثال شاهنامه رو میزد و میگفت این خرد چی هست، این رو داشت تجزیه و تحلیل میکرد و بعد میگفتش که در بعد از حمله اعراب حکومت‌هایی که در ایران اومدن اینا اکثرشون اصالت ایرانی نداشتن. بله. و بعد اون میگفت البته اعتقاد بر این داشت که تنها دو تا پادشاه بودن که میشه روش تکیه کنیم که ایرانی بوده، که میگفت رضا شاه بود و بعد فرزندش محمد رضا شاه فقید. حالا دوران محمد رضا شاه خب من و شما شاهد بودیم، حالا دوران رضا شاه خب مسائل از همه روشن میره. واقعا هنر مرتضی جان روز به روز در حال پیشرفت بود. بله.
امکاناتی که برای نسل جوان، نسلی که علاقمند به کار هنری بودن، براشون مهیا بود. سالن‌های متعدد داشتیم، کاخ‌های جوانان داشتیم، بعد سالن‌های کنسرت داشتیم، بعد شرکت‌هایی بودن که اینا دستشون باز بود، اینا هم در کنار هنرمندان موسیقی تولید می‌کردن خارج از رادیو و تلویزیون که جای خودشون. خب یک مرتبه شما نگاه میکنید مردمی که اون نسل 57 که در اون فضا بودن و اینقدر تأثیر داشتن در تشویق هنرمندان، آقا ما یه دفعه اصلا ورق برگشت، هنرمندی که تا دیروز در تلویزیون بود یه دفعه شد انقلابی و متاسفانه بدون اینکه تعمق کنم مرتضی جان، همون روزهای نخست من یادمه یه سرودایی ساختن که آقا اول ببینین طرف اومده یک کم بذاری زمان بگذر ببین آخه این چی میخواد بگه، چه برنامه‌ای داره، چه هدفی داره. آقا شروع کردن به تجهیز کردن. خب میدونید بعضی وقتا خب درسته ما یه فرهنگ 2500 ساله یا به قولی 5000 ساله داریم، ولی گاهی اوقات میبینیم که خیلی مردم نون به نرخ روزخور هستن. بله. امروز هم داریم میبینیم، هنوز هم داریم میبینیم که بله. به محض اینکه یه اتفاق میفته بدون اینکه مطالعه بکنیم، همین فاجعه 57 که به وجود اومد یکی از دلایلش همین بود که مطالعه نداشتن مردم. حالا کاری ندارم که چه کتابایی رو نمیذاشتن بخونن چه کتابایی میذاشتن، اینا باید آزاد میکردن، این رساله ها رو اینا رو میذاشتن مردم بخونن تا ببینن اینا چه چیزهایی در لابلای این کتاب رو نوشتن و چه چیزهایی رو میخوان که اینجا پرورشش بدن. همین رفت اومدن یه سری آدم هایی که مطالعه ندارن متاسفانه یه سری این گرفتاری ها ایجاد کردن. مثلا همین آقای پزشکیان که شما بینید اخیراً رئیس جمهور شده، خب به هر حال یه چیزی از این صندوق در می اومد، حالا یا پزشکیان می اومد یا جلیلی می اومد یا در امریکا بالاخره یا ترامپ میشه یا دموکرات ها یکی میاد، یا بالاخره یه چیزی از این صندوق در می اومد. ولی مسئله مهم اصل نظام هستش در ایران که مردم توجه نمی کردن، همش دنبال بد و بدتر هستن. الان ما در چند ساله، الان 40 و چند ساله که 9 تا رئیس جمهور داشتیم و اینا اومدن، هر سال هر بار که اینا اومدن دنبال بد و بدتر بودن. هی میگن نه اون خیلی بدتره پس بریم دنبال بده. خب به خاطر همینه که مرزان درست اشاره کردی، اگر ببخشید میونه فرمایشت، این رو عمیانان ما عمیقا مطالعه میکردن و میدونستن که ولی فقیه یا ولایت مطلقه فقیه علال اصول چیست. در یک همچین نظامی که قوانینش قوانین شرع و شریعت زاده خود همین مذهبیونه، رئیس جمهور قدرتی که نداره. ببینید همه این قدرت ها متمرکز شده در یه آدم به نام ولی فقیه. شما الان نگاه میکنید همین آقای پزشکیان قبل از اینکه بیاد از نطقای انتخاب بکنه تعهد میشوره به آقای خامنه‌ای. حالا درسته که سرسپرده اون هستش، این آقای پزشکیان اومده چی رو عوض کرده؟ اصلا در طول این صحبتاش همین چند وقت بیشتر هفته گذشته دو مرتبه رفت با دلی. آقای حماس صحبت کرد، رفت با حزب الله صحبت کرد، رفت با حوثی ها گفتش ما اینا همونایی بوده که قبلا گفتن بوده. همون آش و همون کاسه. حالا ما چرا دنبال بد و بدتر هستیم؟ واسه چی از خونه ها میان بیرون رای میدن؟ هرچند که این فاجعه بزرگی بود براشون که این بار تعداد رای هایی که خودشون اعلام میکردن با اون چیزایی که بعدن گفتن اینا همه چی قرقاتی بوده. اینا فاجعه است، ولی به هر حال یه سری آدم هایی هستن که متاسفانه جزو همون دسته ای که شما فرمودین، اینا مطالعه ندارن، پا میشن میان بیرون و فکر میکنن که مثلا خب بد رو انتخاب کنیم از بدتر بهتره. این مشکل مملکت ما هستش. بله متاسفانه این صدق میکنه، آزموده رو آزمودن خطا. در اینجا واقعا در مورد
این بدبدتر کاملا این مساق داره. از کم که بینندگان ارجمند با آقای مرتضی عزیز میخوایم صحبت کنیم، یک کاری میخوایم الان بشنویم، یه مقدار بعد برگردیم دنباله صحبتهای شما رو بشنویم. من همیشه گفتم مرتضی واقعا میشه ساعتها باش صحبت کرد. مرتضی جون خیلی تو علاقه مندی و میدونم این عشق بزرگت ایرانه، در طول این سالها همواره سعی کردی که این نامی که در قلب همه ما حک شده، اونچه که ارائه میدی در حول و حوش همین عشق به ایران باشه، عشق به وطن عزیز ما ایران باشه. کاری میخوایم ازت هم ببینیم هم بشنویم، ولی نمیدونم میخوای قبلش توضیح بدی؟ راستش زمانی که آقای استاد بنان، بله، آقای خالقی این آهنگ ای ایران رو ساختن، بله بله، با شعر استاد گل گلا، بله، اینو ایشون خوندهش، اون زمان خب یه آهنگ برای ایران خوند، بله، هیچ وقت هم فکر نمیکرد که شاید یک روزی این سویک سرود ملی بشه. هرچند که حالت سرود داشت، ولی خب شاید اون موقع این شدت رو یا احتمالا این موقعیت رو فکر نمیکردن که این یک سرود ملی بشه. و خب سالهاست که هنوز ای ایران شاید الان برای همه ما مهمترین و معتبرترین سرود ملی هستش. همیشه من تو این فکر بودم که یک اثری از خودم بذارم که شاید یک روزی اگر که لازم باشه سرودی بشه، سرودی استفاده بکنن از این مقوله، من یه چیزی داشته باشم، دست خالی نباشم. البته حتما کسای دیگه هم میخونن، ولی به هر حال من از نظر خودم وظیفه خودم میدونستم که برای مملکتم، برای سرزمینم یک سرودی بخونم که اقوام رو در بر بگیره، مخصوصا که حالا دو مرتبه باز خارج نشیم از بحث این سرود، دیروز آقای پزشکیان رفته صحبت کرده به جایی که اسم ملت این را رو بگه گفته ملل یعنی این وحشتناکه و ترسناکه که یک آدمی بیاد و بگه ملل، میگن یواش یواش قرقرشو میکنن تا برسن به اون یه ملل. اصلا واسه چی شما چه حقی داری که میگیم ملل ایران؟ یعنی ترک و لور و ترکمن و فلان اینا اصلا جدا هستن. ما الان وظیفه نسل ما هست که در خارج حداقل میتونیم کاری بکنیم، یک هنری داریم، بتونیم اثری از خودمون باقی بذاریم، یک کاری انجام بدیم که این ملل رو بگیم اینا همه ایرانی هستن، هر کجای ایران که هستن، شمال، جنوب، شرق، غرب، ما همه یک ملت واحد هستیم که گویش های مختلفی داریم و ایران رو تشکیل دادیم. و این سرود همون کاریه که دوست داشتم انجام دادم، آهنگشو من ساختم، شعرشو خانم فریبا سفری، خانم فریبا سفری، خانم فلاحتی هستن، خانم مهدی فلاحتی در صدای آمریکا، ایشون شاعر بسیار خوبه. قبلا هم من کار دشمن از ایشون خونده بودم و در اختیار ایشون گذاشتم، گفتم من میخوام یک کاری باشه که نه ربطی به سیاست امروز، نه سیاست فردا، نه سیاست دیروز، یه چیزی راجع به ایران باشه که آفه. اگر 100 سال دیگه، 200 سال دیگه هم این یک روزی از صندوق در اومد و مردم بهش توجهی کردن، راجع به ایران باشه و بدونن که ما برای وطنمون چه ارزشی قائل هستیم. درود بر شما آقای شهرتی عزیز. ببینیم و بشنویم و برمیگردیم. خواهش میکنم. ایران
قسم به جان تو، به آسمان تو، به نام نامی ستارگان تو، به آن خلیج فارس، به آبی خزر، که در راحت کنیم ز جان خود گذر. بهار بی خزان، شکوه بی کران، سرای جاودان ایران، نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان ایران. که حافظ توییم ز چنگ دشمنان، به واپسین نفس، به آخرین توان، نیفتد این ستون به چرخش زمان، نخشکد این جنون ز خون عاشقان. به عشق و اتحاد ز پیر و مرد و زن، همه به صف شویم به جنگ اهرمن. ز کرد و ترک و لر، بلوچ و ترکمن، همه به یک هدف، همه به یک سخن. بهار بی خزان، شکوه بی کران، سرای جاودان ایران، نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان ایران. نبینمت اسیر به چنگ دیوها، تبار آرش و دیار گیوها. اگر جدا کنند سر مرا ز تن، فدای عزت و رهایی وطن. که عشق مشترک، که خاک مادریست، امید اول و پناه آخریست. به من به افتخار در اوج اقتدار، همیشه سر بلند، همیشه پایدار. بهار بی خزان، شکوه بی کران، سرای جاودان ایران، نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان ایران. آفرین، واقعا درود بر تو مرتضی جان. ایران، این سرزمین نیاکانی، این عشق همه. خب ببینید، بعضی وقتا بعضی ها از اون آدمایی که یک جور دیگه به ایران نگاه میکنن، دقت نمیکنن که آقا همین شاهنامه فردوسی رو باز که اونجا اصلا کلمه ایران چقدر اومده. خب اینی که الان شما اشاره کردید، یک عده زیادی هستن، خب به هر حال با یه حکومتی که ببخشید خیلی اصلا ایرانیت براش مطرح نیست، خودشون هم گفتن، روز اولش هم رهبرشون گفتیه، گفتش که آقا ما امتیم، امت با ملت همیشه در تضاد، مرتضی جان قبول باید بکنیم. اصلا به وضوح خمینی این حرف رو روشن گفتش که ما به همه برای اسلامی ملی معنی نداریم. این حرف رو زد، گفت آقا شما چی میخواین از این 2500 سال که با واژه های بدی هم از بعدم یادمون باشه راجع به این واقعا بزرگمرد تاریخمون، این که افتخار جهان کوروش، چه تهمت های اینا همین ملا زدن. مجسمه فردوسی من شاهدم که میخواستم بکشم پایین. خب این مقاومت و ایستادگی عده زیادی از میهن پرستان که میدونستن ایران یک پارچه است، ما ملت ایرانیم. اتفاقا در راستای همین صحبتی که میکنه، این میوزیک ویدیو، اولا قبل از این مسائل من تشکر کنم از آقای مسعود دلجو که این کارهای گرافیکی و 3D رو انجام داده بود و تمام صحنه های آثار تاریخی و ایران رو درست کرده بود و خیلی زیاد یک سال و نیم طول کشید که این بکراند ها همه آماده بشه و این آدم ها رو یکی یکی جمع بکنیم و اینا رو یکی یکی بغل هم بذاره و خیلی زحمت کشیده. من تشکر میکنم. در این راستا بگم خدمتون که دو هفته اولی که این آهنگ پخش شد، چون معمولا من توقع ندارم مثلا یه آهنگ ملی میهنی سیاسی وقتی که پخش میشه
یهو مردم هجوم بیارن نگاه کنن. آهنگای کامرشال چرا؟ میذارن تو خونه هاشون، تو مهمونی هاشون میرقصن جشن و فلان. در دو هفته اول 18,000 تا ویو فقط در یوتیوب ما داشتیم که بلد. این در واقع میتونم بگم یه تقریبا برای کارهای سیاسی رکورد بوده. کارهای میهنی. اینه که مردم به مسائل ایران خیلی توجه دارن و قلب همه داره میتپه، ولی کاری نمیتونن بکنن. اینا با زور مسلسل، با زور اسلحه و اعدام و شکنجه و زندان مردم رو در یک تنگنا گذاشتن و مخصوصا فقر اینا رو در تنگنا گذاشتن و متاسفانه کاری نمیتونن بکنن الان. ولی به هر حال مرتضی جان، اون چی که روشنه، خب شاید کمتر در تمامی سالها عنوان شده. ببینید همون سال 57 که بسیار یعنی معتقدن که خودشون هم میگن آقا ما اشتباه کردیم، ما باید یک نکته رو همواره در نظر داشته باشیم. نقش استعمار رو که میخواستن ایران با اون سرعتی که داشت میرفت با توجه خودشون عنوان کردن دیگه. من اینو یه جا میخوندم، آقای کارتر یک مصاحبه کرده بود که وقتی از او سوال میکنن راجع به پادشاه ایران محمد رضا شاه، میگه آقا ایران یک کشوریه که الان رو پیشرفته، متخصصین داره، سیاستمدار داره، صنعتش اینا، ارتشش به این خوبیه. بعد میدونی بهش چی میگه آقای جیمز کالاهان؟ یه واقعیت تاریخیه. میگه شما به این مسائل فکر نکنید، ما خمینی داریم میاریم. اتفاقا این مسئله که گفتی صحبت رو یادتون نره، من دیروز یک پست رو اتفاقا در اینستاگرام هم گذاشتم. حالا باز دو مرتبه بگم اینستاگرام منو یک سال پیشتر قطعش کردم و هر کاری کردیم نتونستن، روباتیک حمله کردن بهش از این سایبری های ایران و قطع شد. الان دو مرتبه اینستاگرام جدید من مرتضی داد برجسته داره جون میگیره و یواش یواش میاد. و برای من خیلی خیلی جالب بود که در ماه گذشته دور 85,000 تا الان فالوور داره، ولی وقتی نگاه کردم آمار رو دیدم 3,700,000 نفر در سایت من در یک ماه اومدن و نگاه کردم. و این برای من مهمه. مهم نیست که اونجا چه رقمی نوشته، 1,000,000 فالوور هست یا نیست، مهم اینه که چند نفر اومدن و اینو نگاه کردن. و این یه پستی گذاشتم پریروز که برای خودم خیلی جالب بود. در 50 سال پیشتر شاه فقید صحبت از آموزش آنلاین میکنه. ببین الان آموزش آنلاین اصلا آنلاین وجود نداره. اون موقعی که خب اینترنت نبود در 50 سال پیش، ایشون میگه ما داریم ماهواره میگیریم به وسیله تلویزیون ها و وسیله سیاره و ماهواره در مدرسه در جاهای دور افتاده تلویزیون بذارن و چون به اندازه کافی آموزگار و دبیر نداریم آنلاین یاد بگیرن. و وقتی که میگه آقا انرژی خورشیدی میخوایم بگیریم، آقای خمینی میاد مسخرهش میکنه، میگه از خورشید میخوان انرژی بگیرن. یعنی اینا نشون دهنده اینه که خب کشور داشت با سرعت راه های ترقی رو پیش میرفت. البته اشکالایی هم هست مسلما، همه جا اشکال هست، همه جا اشکال هست، نمیشه ندیگه. این که گفتی آنلاین، من یادمه این دانشگاه آزادی که الان میگن، این دانشگاه آزاد در زمان حکومت محمد رضا شاه دایر شده بود. من خودم چندین برنامه رادیویی رو ضبط کردم. قرار بود تمام استان ها از طریق تلویزیون اساتید میومدن اونجا، عرفم که تدریس میکرده، همزمان اینا همه جا اینا پخش میشد سر کلاس ها. و مرکزش هم دفترش هم در خیابان کریم خان زند بود، دانشگاه آزاد ایران، که حالا آخونده برگشتن به نام خودشون ثبت کردن. در حالی که من یادم اون اوایل این بهزاد نووی که در مجلس همین شورای اسلامی بود اشاره قشنگی کرد، گفت ما کاری نکردیم، اون کارهایی که در زمان رضا شاهی بزرگ شده بود ما داریم دنبالی اونا رو ادامه میدیم. بعدا هم خیلی براش گرفتاری ایجاد شد و خب متاسفانه گفتم اونایی که الان در خارج هستن نمیدونم چرا این نکات رو بازتاب نمیدن، اونایی که از ایران اومدن. نمیخوام وارد این بحث بشم، من خیلی اطلاعات در این زمینه دارم و میدونم. ولی اشاره درستی کردی، واقعیت قضیه اینه که اون زمان مرتضی جواد ما قبول کنیم که
هم استعمار بر ضد پیشرفت‌های مملکت ما بود، هم همسایه شمالی ما اتحاد جماهیر شوروی که از زمان تزار ما بگیریم بیاییم، اینا همیشه چشم طمع به سرزمین ما داشتن. الان هم که برای به یمن ملاها با این بهشون دادن دیگه. خب اینا همیشه دلشون میخواسته به آبهای گرم برسن از طرف روسیه به این ور، با حریف ایران نشدن در طول 100 سال گذشته و از طریق افغانستان چندین بار میخواستن برسونن خودشون به آبها، بعد باز اونجا هم نشد و الان دیگه دو دستی رفتن همه چیو تحویل این آقایان روس و چین دادن که بفرمایید بیاین. و شما فکر کنید که این اتفاقی که احتمالاً در سیستم رهبری ایران به زودی خواهد افتاد، حالا من باز هم پستی گذاشته بودم که این آقای چیز پیدا کرد، آقای شورتی تصویر رو پیدا کرد توی آقای شورتی، بله ببینیم این تصویر رو چند ثانیه است اینو ببینیم ببینیم دیگه، بله ایفه برای اینکه آقای مرسا صحبت کرد، آره این تصویرش هم هست، بله ملاحظه میکنین به اندازه کافی معلم خوب نداره، مثلا در قسمت علوم و ریاضیات. تقصیر شاید کسی هم نیست، مملکت بیش از ظرفیت طبیعی خودش پیشرفت میکنه، ولی وسایل مدرن و تکنولوژی مدرن این مطلب میتواند حل بکند. اولا بهترین نتیجه را از فرستادن جوانهای دانشگاهی برای درس در دبیرستان‌ها و دبستان‌ها گرفتیم. در ثانی بهترین معلم علوم یا ریاضی میتواند در یک اتاق درس بدهد و ما کست اینه بگیریم و در تلویزیون‌هایی که در دبیرستان‌ها و در قسمت‌های دیگه کار می‌گذاریم نشان بدهیم. چند سال دیگر ایران محواره‌ای اجاره خواهد کرد با هر چند کانالی که لازم هست، بگیریم مثلا 12 کانال که سر تا سر ایران را بپوشاند و کانال‌هایی که برای تدریس لازم هست به این کار اختصاص پیدا کند 24 ساعت روی 24 ساعت. بله دیدید که در 50 سال پیشتر، خب وقتی که مملکت حالا با شرایطی که اوپک داشت و نفت رو میخواستن ندن و دیدن که بد جوری داره ایران پیشرفت میکنه، خب به حال جلوگیری کردن و الان دارن میفتن به جون خاورمیانه. مثلا شما فکر کنید که این الکی بی خودی یهو حماس رفت یه شبه حمله کرد به اسرائیل، خب شما فکر میکنید که اون نباید جواب میداده؟ خب اونم باید، اینم اشتباه بوده، اونم جواب داده. الان اومده نوار غزه، دیروز اعلام کردن که اگر آوارهای اونجا رو بخوان تمیز بکنن 15 سال طول میکشه که فقط این آوارها رو بردارن و تمیز بکنن نوار غزه رو. خب این یه فاجعه است اصلا. چرا جنگ باید باشه؟ چرا این خونریزی و این گرفتاری ها باید باشه؟ الان که این سخنرانی شاه رو داشتیم نگاه میکردیم، خب دین همیشه با علم در جنگ بوده، همیشه در تضاد بوده، همیشه در گرفتاری بوده. اتفاقا در همین راستا آیت الله منتظری قبل از اینکه اونم سرشو زیر آب بکنن، بازم یه پستی من توی صفحه خودم گذاشتم چند ثانیه هستش که اومده میگه که اگر مردم با سواد بشن میفهمن که ما چقدر بی سوادیم. بله یه واسه اینه که ما نمیذاریم مردم با سواد بشن، اگه با سواد بشن میفهمن که ما چقدر بی سوادیم. و به هر حال این داستانیه که در ایران متاسفانه وجود داره و نتانیاهو چند روز پیشتر گفته که ما به ایران حمله خواهیم کرد، الان هم گفته و من امیدوارم اینطور نباشه. خب برای اینکه میگه که سر ما رو باید زد، برای اینکه اینا مرز زمینو فرمایش از روز نخست وقتی بعد میگرده میگه اسرائیل رو رو صفحه حذف بشه، خب اونم متقابلا احساس خطر میکنه دیگه. الان شما نگاهین همین نیابتی های نظام جمهوری اسلامی چه بر سر دنیا آوردن. حوثی ها نگاه بکنید کشتی خاربار میزنن با آنش، خب تمام اینا رو
کی تغذیه میکنه؟ این نظام اشغالگر جمهوری اسلامی که پر واضح نیازی به توضیح نداره، دنیا امروز متوجه شده. امروز این خطر اسلامگرایی تندهات حتی گریبان اروپایی ها و در بعضی موارد داره برنامه ما سیاسی داره آمریکا هم گرفته زود سریع آنی پیدا میکنه. اینه که واقعیت قضیه اینه که مردم ما نسل جوان امروز میخوام برگردن مرتضی جان به هویت ملی ایرانی، هویتی که همواره بزرگان ما برای گسترشون برای حفظون تلاش کردن. شما اشاره کردید به سرود ایران که شما الان این سرود رو به این زیبایی واقعا با این زحمتی که کشیده شده اجرا کردید. خب همون سرود ایران هم شما میدونید بینندگان ما در یک شرایط حاد ساخته شد، در زمانی که ایران در اشغال متفقین بود. وقتی گل گلاب با اشک چشم میاد میشه استاد رولا خالقی میگه چی بوده، میگه من دیدم که دو سه تا از این سربازهای نظام روسیه چه بلایی داشتن سر دختران ما می آوردن. درست همین تاریخ تکرار شد. الان چه بلایی اینا دارن سر دختران ما می آوردن تو زندان ها. این فیلم چند ثانیه رو بله ببینیم آقای شهرت اب نداره. بله خواهش می‌کنم. خدا رحم کرده که مردم بی سوادم، از ما آخونده چیز نمیپرسم. اگر نه بی سوادی ما آخونده معلوم می شد. این تعبیر رو که ایشون میگه حالا یه واقعیتی است، اما مردم کم کم زرنگ شدن. حالا هیچی هم نمیگن، اما واقعا مردم زرنگ شدن، یه سری مسائل رو میفهمن. چی گفت؟ البته خب حالا خیلی از اینا زدن، هر کدوم میومدن این صحبت رو میکردن، مثل مطهری مثل اینا همه سرشون رو زیر آب کردن. صحبتی کردین راجع به جوانها. بله باز هم یه چند هفته پیشتر یه پسری در یک جمعی که مربوط به همین انتخابات ایران بود نشسته بود و یه پسر 14-15 ساله بسیار بسیار پخته صحبت میکرد و سوال میکرد که جوانها اینطوری و شما چرا اینطوری کردین، اینطوری شده، اینطوری شده، و طوری شد که خود اینا دست دادن براش. این جوانها الان دنیای مجازی نسل جدید رو با خودش داره متحول میکنه. درسته. اینا میرن دنبالش، اینا واسه همینه که اینترنت های هر روز قطع میکنن، هی هر روز گرفتاری ایجاد میکنن توی مملکت. خب این آقای پزشکیان هم که اومد گفت قطع نمیشه، الان بدتر شد، الان قطع شد. اون که شعاره قطع نمیشه شعاره. جوانها در هیچ زمانی در هیچ تاریخی نبوده که مردم به گذشته خودش آرزوی گذشته خودشونو بکنن. بله. و در رابطه با همین مسئله من یک آهنگ خوندم به اسم تهران، تهران بحبه. که اینو بچه ها از ایران برای من فرستادن، شعر و آهنگ و تنظیم و اینا، اصلا با یه عشقی واسه من فرستادن و من خوندم برای اینا. باور کن خود من وقتی که توی استودیو این آهنگ رو میخوندم یا روی صحنه گاهی اوقات اجرا میکنم، بیشتر موقعات بغضم میگیره. و این جوانها جوانهایی هستن که گذشته تهران رو و ایران رو ندیدن، اصلا ندیدن، انقدر غرق در تاریخ و شنیده های خودشون هستن که آرزوی گذشته خودشون رو میکنن. و اومدن جوانهای 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله نشستن دور هم و این آهنگ رو درست کردن. انقدر زیبا تجسم کردن. و خب منم اینجا با همکاری سیروس کردونی رفتیم گفتیم خب چیکار بکنیم اینو، اگر باز بریم همون تصویرهای ایران رو بذاریم و اینا و اینا، که خب یه چیز عادیه. بعد یه کافه‌ای رو مجسم کردیم که سردرش نوشته تهران، اسم کافه تهرانه. رفتیم توی کافه، این کافه خاک نشسته روش، بعد یهو زمان بر میگرده میاد به گذشته تهران و یهو مردم مشروعی میخورن، موزیکی هست میزنن، بعد یهو انقلاب میشه و اینا رو در همون فضای کافه مجسمش کردیم. و مسئله مهم باز برمیگردیم به این که این جوانها در آرزوی گذشته ایران هستن. خود ما الان هرچی نگاه میکنیم به گذشته خودمون میبینیم که چقدر باید سعی بکنیم که دو مرتبه برسیم به سال 57. بله به اون نقطه برسیم. بله خب پس ببینیم آیه شهرت عزیز و بشنویم این کار زیبا. Thank you.
تهران یه روزی خونه ما بود، در امتداد شب سفر کردیم، میراث ما شد رد پاهامون، باید به شهر خسته برگردیم. تهران یه روزی خونه ما بود، از تخت جمشید تا خود شاپور، عاشق شدیم تو کوچه پس کوچه‌اش، بازم قشنگ خونمون از دور. غربت همین رویای غمگینه، غربت همین عکسای تا خورده است. تهران یه روزی خونه ما بود، شهری که دیگه سرد و افسرده است. تهران پر از لبخند و بارون بود، یاد بنان و تار شهنازی، عاشق شدن با نغمه ویگن، بغض الهه اوج آوازی. بازم صدای ساز فرهاده تو کافه های خسته و خالی، تصویر خاکستری شهرم غمگین حتی توی خوشحالی. دلکش صدای بغض عاشق بود، گلهای رنگارنگمون پژمرد، حتی همایون خسته بود از ساز، تنهایی ما هم رقم میخورد. از لاله زار و از پل تجریش، از کافه های پهلوی دورم، هر لحظه تو رویای بیرنگم، وقتی به این فاصله مجبورم. تهران ما تهران رویایی، شهری پر از نور و هیاهو بود، با این همه تصویر رنگارنگ، تهران غریب گم شده در دود. غربت همین رویای غمگینه، غربت همین عکسای تا خورده است. تهران یه روزی خونه ما بود، شهری که دیگه سرد و افسرده است. تهران پر از لبخند و بارون بود، یاد بنان و تار شهنازی، عاشق شدن با نغمه ویگن، بغض الهه اوج آوازی. واقعا مرز جان خسته نباشی، دست درد نکنه. من عرض کردم اول برنامه تا چند اندازه ای هنرمند میتونه مثل مرزا باشه. خیلی مهمه، مرزای عزیز همواره همینجور بوده، عشق به ایران وطن در وجود این مرد بزرگ این هنرمند شایسته ما هست. خیلی صحبت رو میخواییم بکنیم مرزا جان، واقعا خیلی مسائل هست. من دلم میخواست شما میدونم چقدر صادقانه بیان. تو این 45 ساله 43 ساله که من در اینجا هستم، یه مرکزی داشتم به اسم مترونوم که اونجا کارای گرافیک و چاپ و این چیزا رو انجام. اولین بارم شما اینجا این کار مبتکرش بودین؟ در واقع شاید اغراق نکرده باشم بگم اولین ایرانی هستم که کار کامپیوتر گرافیک رو انجام دادم، شروع کردم چه در داخل چه در خارج. البته الان دیگه انقدر
پیشرفت کرده و نسل داره با این میاد جلو که همه بچه ها دیگه بلدن یاد بگیرن، ولی اون موقع هیچ کس نبود. این ویدیوهایی که میرفت در ایران، نمیدونم، ما میشستیم جلداش رو درست میکردیم، سی دی ها رو درست میکردیم، کاست ها رو، چاپخونه خیلی بزرگی داشتم، این کار رو انجام میدیم. در طول این 43 ساله به دلیل خب مرکزی که اونجا داشتم و فعالیت های دیگه ای که میکردیم، خیلی چیزها من دیدم. یعنی واقعا اگر یک روزی بشینم، من حتی میتونم راجع به 43 سال لس آنجلس کتاب بنویسم که چه دیدم از گروه‌های مختلف و چه اتفاقاتی افتاد در اون مرکز و چه صحبتایی میشد. این خودش یک داستانای خیلی جالبی هستش. به هر حال 43 سال عمرمون اینجا هست و وظیفه خودم میدونم، هر روز وظیفه خودم میدونم که اگر بتونم یک قدم مثبتی در راه آزادی مملکتم بردارم. درود بر تو، درود بر مرتضی عزیز که این گونه عاشق وطنشه. گفتم بینندگان ارجمند گرامی، الان خیلی چیزا رو خب مراعات میکنه نمیگه، ولی ازش خواهش کردم انشاءالله در فرصتهای دیگری خودش وقت کنه بیاد این مسائل بازگو بشه. مرتضی خیلی تلاش کرده، زحمت کشیده، واقعا باید قدر زحمات این بزرگوار همه ما بدانیم. من به نوبه خودم ازت بی‌نهایت تشکر و سپاسگزارم. ممنون از شما که این تریبونو در اختیار کسانی که آزادی خواه هستن میذارین، بدون سانسور بیان صحبتشون رو بکنن و حرف دلشون رو با مردم ایران بزن. ممنونم آقای شهرتی عزیز، سپاسگزارم. تا برنامه دیگر با همه بینندگانمونم خداحافظی میکنیم. تشکر. پاینده ایران.